درود و وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر امشب چهارشنبه دوم سرطان سال 1395 هجری خورشیدی که برابر میشه با 22 ماه جون سال 2016 میلادی. سرخط خبرها. خواست جدی نماینده ویژه آمریکا از پاکستان در برقراری ثبات افغانستان. پاکستان هم نخواهد بود تا زمانی که و جز این که در برابر سازمان‌های دهشت افغان مثل طالبان افغان و شبکه حقانی اقدام کند. هشدار سازمان ملل از عواقب بی‌اعتمادی افغان‌ها بر حکومت. برای پیشرفت در زمینه‌های اقتصاد و امنیت نیاز است تا افغان‌ها بر دولتشان اطمینان داشته باشند. و نگرانی آمریکا از آزمایش دو راکت کوریای شمالی. من بیژن آرین هستم. فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید پاکستان تا زمانی که علیه طالبان و شبکه حقانی در خاکش دست به کار نشود امنیت آینده روشن نخواهد داشت. ریچارد اولسون در یک نهاد پژوهشی در واشنگتن گفته است در پاکستان پیرامون نقش هند در افغانستان بسیار مبالغه شده است و اسلام آباد باید توجهش را بر مبارزه با دهشت افغانی متمرکز سازد. این دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن متعهد به تامین امنیت و توسعه افغانستان است و نشست های بین المللی سال جاری پیام روشنی به طالبان میفرستد. گزارش از نظیر عظیم کریمی. شورای اتلانتیک، نهاد پژوهشی در امور بین المللی، میزبان نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان بود تا پیرامون وضعیت افغانستان و مسائل منطقه‌ای معلومات دهد. ریچارد ولسن امنیت افغانستان را برای امنیت امریکا مؤثر می‌داند و از پاکستان می‌خواهد که توجهش را بر مبارزه با دهشت افغانی در خاکش جلب کند تا آینده روشن داشته باشد. پاکستان هم نخواهد بود تا زمانی که و جز این که در برابر سازمان‌های دهشت افغان مثل طالبان افغان و شبکه حقانی اقدام کند. این کشور تا هنگامی که علیه طالبان دست به کار نشود آینده روشن نخواهد داشت. این دیپلمات ارشد آمریکایی که سفیر پیشین آمریکا در پاکستان بود از برداشت غلط در پاکستان پیرامون نقش هند در افغانستان نیز سخن می‌زند. این یک همکار حمایتی برای افغانستان بوده است. این کشور مقدار محدود اما کمک‌های مهم به افغانستان فراهم کرده است. دهلی نو تنها 4 کنسولگری در افغانستان دارد. من گاهی احساس می‌کنم که در درجه نفوذ این بالای افغانستان ممکن در پاکستان بسیار مبالغه شده باشد. از سوی هم زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان که در این نهاد حضور داشت گفت پاکستان به خاطر آینده امن خودش باید علیه طالبان عمل کند. تقاضای آمریکا از پاکستانی است که فشار لازمه یا فیصله لازمه بکنه و ای که طالبان به میز صلح بیاین و اگر پاکستان این مشکل طالب افغانستان حل نکنه، یعنی از قوه خود به ضد از اونا استفاده نکنه، امنیت خودش و آینده درخشان نخواهد داشت. این در حال است که به گفته ریچارد ولسن نشست های وارسا و بروکسل که در آن امریکا کمک بیشتر از 3 میلیارد دلار در سال را به نیروهای افغان تا 2020 اعلام می کند علامت روشن به طالبان می فرستد که راه صلح را در پیش گیرند. وی همچنان از اسلام آباد خواست که با استفاده از نفوذش طالبان را تشویق به پیوستن گفتگوهای صلح کند. سازمان ملل متحد پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت امنیتی را برای اعتماد افغانها بالای دولتشان بسیار مهم می‌داند و از عواقب بد آن در صورت عدم پیشرفت آن هشدار می‌دهد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است نیروهای امنیتی افغان هنوز با چالش‌های جدی از لحاظ روحیه، رهبری، ترک وظیفه و تدارکات مواجهند. نیکولاس هایسم پیشرفت در گفتگوهای صلح افغانستان را در کوتاه مدت بعید می‌داند و همچنان می‌افزاید که ابهام تقویم انتخاباتی مشروعیت حکومت وحدت ملی و پارلمان را زیر سوال می‌برد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بار دیگر بقای حکومت وحدت ملی در سال جاری میلادی را
وابسته بر غلبه بر چالش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و سازگذاری روند صلح می داند و هشدار می دهد که ناکامی در یکی از این موانع پیامد ناگوار در پی خواهد داشت. برای پیشرفت در زمینه‌های اقتصاد و امنیت نیاز است تا افغان‌ها بر دولتشان اطمینان داشته باشند. پیشرفت به ویژه در این زمان که دولت به دنبال دریافت یک تعهد قاطع و درازمدت حمایت بین‌المللی در نشست وارسا و بروکسل می‌باشد، مهم است. من خرسند هستم که اقدام‌های مثبت در رسیدگی به برخی از 5 چالش موجود در عرصه اقتصاد ما، پیشرفت‌های در جمع‌آوری عواید، پوره کردن معیار صندوق بین‌المللی پول و ایجاد طرح‌های میان مدت برای اصلاحات و توسعه اقتصادی در شرایط دشوار داشته‌ایم. در همین حال وی وجود چالش های جدی در صفوف نیروهای امنیتی افغان را برجسته می سازد و از خطر وارد شدن جنگ به یک مرحله جدید سخن می زند. میدان جنگ در بسیاری از مناطق در حال تغییر پی در پی با دستاوردها و برگشت ها است. اما هیچ یک از طرف ها تسلط روشن ندارند. نیروهای امنیتی همچنان با چالش های جدی از جمله در پرداختن به پرسش های روحیه، رهبری، ترک وظیفه و تدارکات مواجهند. هرچند در حال حاضر آنها قلمروشان را حفظ کردند. تایید وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی به دوره طولانی نامعلوم پایان داد. این مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز نگرانی عمیق در مورد تأثیرات سطح بالای خشونت بر غیر نظامیان و حملات هدفمند بر کارمندان بخش قضایی و روزنامه‌نگاران می کند و می گوید خشونت ها در ماه رمضان فروکش نکرده و از سوی هم تلفات غیر نظامیان بالاست و بیجا شدن های ناشی از جنگ نیز ادامه دارد. و همچنان با ناکام شدن گروه هماهنگی چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح، پیروزی روند صلح در کوتاه مدت را ناممکن می داند. در رابطه به ایجاد یک روند صلح دوامدار، با شکست تلاش‌های گروه هماهنگی چهار جانبه به ایجاد چنین روند تاکنون و اخیراً مرگ اختر محمد منصور رهبر طالبان، چنین روند در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد. ما به این نظر هستیم که صلح یک تجمل نه، بلکه یک نیاز است. مسئول نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از پیشرفت آهسته اصلاحات انتخاباتی و تعیین تقویم انتخابات شاکی است و آن را یکی از شاخصهای می داند که نیاز به انسجام سیاسی بیشتر دارد. و گفته و ادامه ابهام در تقویم انتخاباتی به چالش های مشروعیت حکومت وحدت ملی و پارلمان کمک می کند. اگر افغانستان عضویت کامل شانگهای را به دست آورد، این کشور را کمک می کند تا دهلیز اقتصادی میان کشورهای منطقه شود. وزارت امور خارجه می گوید در نشست روز پنجشنبه سازمان همکاری های منطقوی شانگهای رئیس جمهور اشتراک می کند و احتمال دارد توافقنامه کتبی برای عضویت کامل افغانستان در این سازمان داده شود. قرار است روز پنجشنبه هفته روان نمایندگان حکومت افغانستان و شمول رئیس جمهور و وزیر خارجه کشور برای شرکت در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای شانگهای در ازبکستان اشتراک کنند. حکومت افغانستان که کنون به عنوان ناظر در این سازمان است، درخواست عضویت دائمی داده است و ممکن در نشست آینده این سازمان افغانستان موافقتنامه کتبی برای کسب عضویت را دریافت کند. ما وطن افغانستان و پل ارتباط منطقه‌ای و گذرگاه انرژی از آسیای مرکزی به جنوب آسیا، دهلیزی ورود متقابل جنوب به مرکز آسیا و بالعکس، با توجه به همه این مسائل عضویت ماده سازمان برای ما مهم است. بیشتر کشورهای منطقه عضویت سازمان شانگهای را دارند. آگاهان روابط بین الملل در افغانستان بدین باور هستند که کسب عضویت دائمی این سازمان کشور را در کار پیکار با عرص افغانی و توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. عضویت در شانگهای به مسابقه ای است که ما در تعاملات منطقه‌ای و از جایگاه منطقه در تعاملات بین المللی به رسمیت شناخته میشیم. خیلی با ارزش است عضویت در شانگهای
تقریبا ارزشش به اندازه ارزش روابط استراتژیک ما با آمریکا و جهان غرب است. در حال حاضر مسائل اقتصادی هم بر روی مسائل سیاسی اینها تاثیرگذار است. یعنی شما اگر از منظر ادبیات اقتصاد سیاسی به موضوع اینها نگاه کنید، قطعا روی وضعیت امنیتی افغانستان هم تاثیرگذار خواهد بود. سازمان همکاری های منطقه شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی رهبران کشورهای چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه به هدف همکاری های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان این کشورها ایجاد و افغانستان هم در سال 2012 میلادی به حیث یک کشور ناظر به این سازمان یک جا شد. حوالی ساعت 7:30 امشب دو موترسیکل سوار مسلح بر یک پستی امنیتی در ساحه حصه اول گلبوته مربوط حوزه 8 کابل حمله کردند. برخی منابع پلیس این رویداد را تایید کرده، میگویند در این رویداد سه پلیس مربوط کمربند اول امنیتی زخمی شدند که وضعیت دو تن آنها وخیم بوده است. افراد مسلح سوار بر موترسیکل از ساحه فرار کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در حاشیه نشست شانگهای سران افغانستان و پاکستان در مورد معزل تورخم و درگیری های اخیر در این گذرگاه بحث خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان همچنان اظهارات سرتاج عزیز را فرافگنی میداند و میگوید لانه های تروریسم در پاکستان است و پناهگاه های امن همچنان در آنجا. افغانستان پرونده دیورند را در نشست شانگهای خواهد گشود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در حاشیه نشست شانگهای درباره درگیری های اخیر تورخم سران دو کشور افغانستان و پاکستان بحث و گفتگو خواهند کرد. پس از پایان سفر معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به اسلام آباد نشر کردیم، به وجه تذکر رفته که در حاشیه نشست در مورد رخدادهای اخیر تورخم هم صحبت‌های صورت خواهد گرفت و امیدوار هستیم که بتانیم گامی به جلو برداریم در راستای رفع سوء تفاهمات و مشکلات پیش آمده اخیر. از سوی هم وزارت خارجه افغانستان اظهارات سرتاج عزیز را فرافگنی دانسته و میگوید اینا میخوان افکار عامه را، دیدگاه جهانی را به یک سمت دیگه ببرند، بجای از اینکه اینا به پناهگاه های اصلی حراس افغان ها، مراکزی آموزشی و تعلیمی گروه های تروریستی و دشمن های مردم افغانستان در پاکستان، بجای از اینکه با اونا توجه بکنند. درگیری های اخیر در تورخم باعث زیان های مالی و جانی برای دو طرف شده است. اخیراً هیئت وزارت خارجه افغانستان که برای حل گفتگو در این مورد به اسلام آباد رفته بود، گفته است که آنان روی ایجاد یک مکانیزم برای حل معضل تورخم به توافق رسیدند. افزایش ناامنی ها و تهدید ها در برابر شهروندان کشور پذیرفتنی نیست و حکومت باید طرح تازه امنیتی را عملی کند. شماری از نمایندگان مردم در مجلس با ابراز این مطلب میگویند مسئولان نهادهای امنیتی باید بررسی های تازه در تمامی صفوف نیروهای امنیتی را آغاز کنند تا چالش های فراروی این نیروها از میان برداشته شود. در همین حال معاون دوم مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که حکومت مکلف است برای حل چالش های امنیتی گام های اثرگذار بردارد. افزایش ناامنی ها و میزان بلند تلفات غیرنظامیان نگرانی های جدی نمایندگان مردم در مجلس را برانگیخته است. شماری از اعضای این مجلس می گویند که حکومت مکلف است تا در تامین امنیت شهروندان کشور از هر گزینه کار گیرد و سیستم مجازات و مکافات در نهادهای امنیتی باید عملی شود. در وار امنیتی مسئولین و بانیواز به هر ارگان که کشپی و استخبارات ارگان داشتند در دین روز تای نور غفلت نکی او دقیق د خپل امنیتی ځواکونه وڅېړي. هر څوک چې مرمۍ خرڅوي، هر څوک چې د افغانستان مخالفین په نظامي موټرو کې وړي، دغه دې باید زر تر زره ګرفتار او د قانون ملګرو ته وسپارل شي. او هر هغه څوک چې د دوی نه دفاع کوي، مرګ یوه ورځ دی، په بې غیرتۍ مرګ الله به پرې ناراضه شي. مسئول تامین امنیت در شهروندان خود هستند که این مسئولیت را نتونسته به خوبی انجام بده، در حالی که این روز نیروهای امنیتی مسلح با تجهیزات مدرن در اختیار دارد و
مخالفین دولت شاید 10% هم به اندازه حضور تعداد زنا نباشد. ما قانون اساسی خط سرخ ماست و مطلق به تطبیق قانون اساسی هستیم. او از این سری که برخورد قاضی در وزارتخانه خود میکند فراموش کرده که او رأی یک قوم در پارلمان نگرفته، اعتماد یک قوم را نداشتند. تمام اقوام افغانستان برای از او اعتماد کردند او را فرستادند به وزارتخانه. در همین حال معاون دوم مجلس نمایندگان وضعیت امنیتی را در کشور نگران کننده می داند و به همین علت مسئولان امنیتی برای پاسخگویی به مجلس نمایندگان فرا خوانده می شوند. مثل معاشران امور داخلی و امنیت ملی در این مورد به صورت خاص اقدام بکنند، ضمن اینکه ما و شما روز شنبه مسئولین امنیتی را خواستیم. تمام این موارد انشاءالله در اینجا مطرح خواهد شد. اعضای مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزند که در حال حاضر کشور وضعیت اساس را پشت سر می‌گذراند و نیاز است تا این وضعیت به گونه درست رهبری شده و جلو هر گونه بحران‌های احتمالی و چالش‌های کلان در کشور گرفته شود. کمک‌های رمضانی بنیاد بیات به ننگرهار رسید و به صدها خانواده در شهر جلال‌آباد توزیع شد. مسئولان بنیاد بیات که به ننگرهار سفر کردند میگویند این کمک‌ها از آغاز ماه مبارک رمضان شروع شده و تا آخر این ماه به نیازمندان ادامه می‌یابد. رمضان ماه مهمانی خداست. در کنار فضایل بیشماری که این ماه دارد، یکی هم کمک به فقرا است. انسان روزدار هنگام گرسنگی و تشنگی فقرا و بینوایان را به یاد می آورد و به کمک آنها می شتابد. گرسنگان، تشنگان، فقرا و بینوایان که نیازمند کمک هستند، بنیاد بیات همساله در ماه مبارک رمضان کمک های ویژه را به خانواده های بی‌بضاعت انجام می دهد. حاجی محمد اسماعیل معاون این بنیاد می گوید در این کمک آرد، برنج و دیگر مواد مورد نیاز شامل است. مواد غذایی که هر سال به خاطر ماه مبارک رمضان بنیاد باید تهیه میکنه، امسال هم مطابق برنامه سالهای گذشته آماده کردیم. خوشبختانه دیروز در ولایت کنرات توزیع کردیم و قبلا در ولایت نورستان. امروزش مواد غذایی شامل هارد و برنج، روغن و چای و بوره و مواد غذایی و مکرونی میباشه. با حضور داشت رئیس مهاجرین برای مستحقین توزیع میکنیم. وی میگوید تلاش میکنند تا کمک های خود را به نیازمندان در دیگر مناطق کشور نیز گسترش دهند. این کمک های ما در لایات دیگر انشاءالله به زودترین فرصت پیش از ختم ماه مبارک رمضان میرسه انشاءالله. در همین حال رئیس مهاجرین و عودت کنندگان میگوید ننگرهار نسبت به دیگر ولایت ها بیشترین بیجا شدگان را دارد که بنیاد بیات به خواست اداره با بیجا شدگان کمک میکند. و این کمک ها را ستوده و از دیگر نهادها می خواهد به مردم نیازمند کمک کنند. بنیاد بیات خیره ټولنه څخه ډیره مننه کوم چې موږ کله ورته د راستنیدونکو بې ځای شوو په حق لغه کړی ده، یا هم د دوی نه غوښتنه کړې ده، زموږ غوښتنې ته لبیک ویلی ده. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې په دې روژې میاشت کې د دغه بې ځای شوو کورنۍ ته چې تاسو ګورئ مرسته راوړی ده. در همین حال شماری از باشندگان جلال آباد که از این کمک ها مستفید شدند میگویند پیش از این نیز بنیاد بیات با ارسال کمک از آنها دستگیری کرده و در سختترین شرایط آنان را تنها نگذاشته است. من از مدیمان نشون سه تیروجه که مرسته بکرم آدون و تجاران و اقا قارشون سه هم رسته بکرم. بنیاد بیات عبادی و خیر دیویسی و تنه دیر رزیو. بنیاد بیات همساله با آغاز ماه مبارک رمضان کمک‌هایش را به افراد و خانواده‌های نیازمند در کشور آغاز کرده و تا حد توان به کمک این قشر جامعه می‌شتابد. صدها تن از شهروندان کشور در گرد همایی اعتراض‌آمیز از سازمان ملل متحد می‌خواهند مانع ایجاد تأسیسات و تحرکات نظامی پاکستان در خط مرزی دیورن با افغانستان شود. آنان سازمان جاسوسی ISI را به جنایت جنگی متهم کرده خواستار درج نام این سازمان در فهرست سیاه سازمان ملل می باشند. این شهروندان همچنان کمک جامعه جهانی به ویژه آمریکا با نظامیان پاکستان را به معنای همکاری با تروریسم بین المللی خوانده خواستار قطع این کمک ها با پاکستان شدند.
این روزها احساسات ضد پاکستانی در میان افغانها بیشتر شده است. صدها شهروند کشور در گرد همایی شعارهای ضد پاکستانی سر داده و از این کشور به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان نام بردند. این شهروندان که خواستار پادرمیانی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده و کشورهای اسلامی برای پایان مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستانند، هر گونه کمک با نظامیان این کشور از سوی جامعه جهانی را به معنای همکاری با تروریسم می‌دانند. ملګری ملتنا باید د ډیورنډ پر کرغیره نه کرخه او تر هغې اخوا تر ایشان لاندې سیمو کې د پوځي او نورو تاسیساتو په ګډون د پاکستان هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. دا یو واحد افغانستان دی او ټول د افغانستان لپاره یو واحد دی. هیڅ نوی دښمن، هیڅ نوی یرغلګر په خپله خاوره کې نه منو او هیڅکله به نه منو، هیڅکله به نه منو. این شهروندان میگویند دیورن را هرگز به رسمیت نشناخته و پاکستان باید از آزمایش صبر افغان ها دست بردار شود. معترضان همچنان سازمان استخباراتی پاکستان را به جنایت جنگی متهم کرده و خواستار درج نام آن در فهرست سیاه سازمان ملل اند. دوی حق نداری شدید تاسیسات جور کی او من گیدی غندنه که و حکومت هم سخم فاهش و غختنه داده شید دوی مخنیوی وکریم. ما ای عمل پاکستان کلان تبریم میکنیم و از ملت خو، از خاک خو، از نویس خو، از نیروهای نظامی خو تا جان و سر مدافع میکنیم. تلاش پاکستان برای ایجاد تاسیسات در بخشهای مرتی با افغانستان امروزه روابط میان کابل و اسلام آباد را بیش از هر زمانی تیره ساخته است. حکومت افغانستان میگوید ایجاد تاسیسات از سوی پاکستان برایش غیر قابل تحمل است، اما اسلام آباد همچنان بر ساخت آن تاکید میکند. خلوت رمضانی یک مفتی پاکستان با یک دختر مدل زیبرو. این خبر تا دقیقه دیگر. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. خلوت رمضانی یک مفتی پاکستان با یک دختر مدل زیبارو سر و صداهای زیادی را در رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. صحنه‌هایی از خلوت و تصویرهای سلفی یکی از مفتیهای مشهور پاکستان که گفتم شاید پیش از این در افغانستان جهاد را فرض دانستند نشان می‌دهد که این مفتی در یک فضای خودمانی از این دختر استقبال کرده است. صحنه‌های از خلوت و تصویرهای سلفی یکی از مفتیهای مشهور پاکستان که گفته می شود پیش از این در افغانستان جهاد را فرض دانسته با یک زیباروی پاکستانی در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی را ایجاد کرده است. این عالم دینی پاکستان تصویرها و همچنان ویدیوی کوتاهی از او در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که نشان می‌دهد با یکی از زیبارویان پاکستانی خلوت کرده است. در ویدیوی کوتاه و تصویرهای دوگانه ای که از مولوی عبدالقوی این عالم دینی پاکستان با دختر مشهور به نام قندیل بلوچ در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده، این ملا را در ماه رمضان در کنار زیباروی پاکستانی نشان می‌دهد. در تصویرها و ویدیوها مفتی عبدالقوی با چهره خودمانی و پشاش شانه به شانه و در کنار قندیل بلوچ که کلاه عبدالقیوم را نیز بسر کرده و لباس تحریک کننده با بازوهای برهنه به تن دارد دیده می شود. او در گفتگو با شبکه های پاکستانی گفته که در حقیقت مفتی عبدالقوی از او دعوت کرده و برایش گفته است می خواهد پیش از افطار به چهرهش خیره شود و روزه را با مهتاب رویش افطار نماید. این در حال است که پاکستان به مرکز فتواهای مشروعیت جهاد و تجدید جنگ علیه مردم و حکومت افغانستان تبدیل شده است. گفته می شود مولوی عبدالقوی پیش از این فتوا داده که جنگ علیه مردم افغانستان فرض است. درست فتوایی که دیگر ملاهای پاکستان به شمول مولوی فضل الرحمن بارها صادر کرده اند. سال گذشته نیز طاهر اشرفی رهبر شورای علمای پاکستان که پیش از آن نیز به سرنوشت مشابه سردوچار شده بود، در حالی که مست بوده با بوتلهای شراب در موترش از سوی پلیس پاکستان گرفتار و زندانی شده بود. چند رویداد کوتاه از جهان. کره شمالی دو راکت برد متوسط را آزمایش کرده است که یکی آن فاصله بیش از 400 کیلومتر را طی کرده و در هاب‌های ژاپن افتاده است. در این مورد ارتش کره جنوبی معلومات داده است.
راکت اولی که امروز صبح پرواز داده شد بعد از طی کردن بیش از 150 کیلومتر در فضا از بین رفت. کره شمالی از ماه مارس تا حال 6 راکت از این نوع را آزمایش کرده است. آزمایش این راکت ها خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. ایالات متحده آمریکا می گوید فیر این دو راکت را ملاحظه کرده و می خواهد این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح نماید و کره شمالی را مسئول این تهدیدها بداند. در پی حمله انتحاری در اردن مرز این کشور با سوریه و عراق بسته شده است. روز چهارشنبه ارتش اردن اعلام کرد که تمامی منطقه مرزی این کشور با عراق و اردن منطقه ممنوعه نظامی اعلام شده و رفت و آمد مرزی در این محل به آلت تعلیق درآمده است. یک اردوگاه پناهندگان سوری در این منطقه واقع است و دولت اردن گفته است که هیچ اردوگاه جدید در این منطقه ساخته نخواهد شد و برنامه برای توسعه امکانات کنونی به اجرا در نخواهد آمد. ژان‌کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی به بریتانیا هشدار داده است که رأی‌گیری در راستای بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به زیان خود این کشور تمام خواهد شد. به گفته یونکر این کار دستاوردهای دو جانبه را که طی دهها حاصل شده به مخاطره خواهد انداخت. رئیس کمیسیون اروپایی این سخن را در آتن پایتخت یونان پیش از برگزاری یک همه‌پرسی در بریتانیا گفت. این همه پرسی در این مورد راه اندازی می شود که آیا بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند و یا خارج شود. این مجموعه خبری به پایان رسید، اما برای دریافت این مجموعه خبری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها سری بزنید به پایگاه خبری ما آریانا نیوز دانکوی. تا دیدار بعد، الله حافظ.